فقر و ناداری مادری را به فروش کودکش در کابل واداشته است. اگر توجه جدی در زمینه فقر زدایی نشود، میلیون ها نفر در این سرزمین گرسنه خواهند ماند. سلام بر شما مخاطبان گرامی، امروز تاریخ 3 اکتبر سال 2021 میلادی است و برابر با 11 میزان سال 1400 هجری شمسی. توجه شما را جلب میکنم به یک خبر ناگوار و اینکه مادری در کابل مجبور شده است کودک 1.5 سالش را بفروشد تا حداقل گوشه ای از نیازمندی های روزمره ایشان رفع شود. اینجا کابل است، شهر شلوغ و البته پایتخت افغانستان که اکثریت باشندگان آن اکنون با گرسنگی و فقر دست و پنجه نرم میکنند. کارخانه ها در این شهر بزرگ توقف کرده است و صدها هزار کارمند دولت و شرکت های خصوصی بیکار شدند. با شدت گرفتن جنگ در چند ماه اخیر، هزاران خانواده دیگر نیز از ولایت های مختلف کشور به این شهر یعنی کابل کوچیدند. مردمان بیکار شده و بیجا شده افغانستان در این روزها با فقر شدید دست و پنجه نرم میکنند و زندگی رقتباری را تجربه میکنند که قلم من از بیان درد و سختی های آنان عاجز است. فقط شکم گرسنه کودکان میتواند این احساس را درک کند و یا مادری که نمیتواند برای کودکش نان پیدا کند. در روزهای گذشته فقر و گرسنگی در این شهر به اوجش رسیده است و در این میان مادری میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی کودکش را فروخته است. کودکی که هنوز از شیر مادر جدا نشده بود و هنوز نمیتوانست سخن بگوید و فقط 1.5 سال سن داشت، اما در بدل 30,000 افغانی به خانواده دیگر فروخته شده است. اون تنها از شیر مادر جدا شده است، بل از آغوش پرمهر مادر نیز دور شده است و شاید تا ابد نتواند جایگاه خالی محبت مادری را پر کند. لیلیما مادر این کودک 1.5 ساله 7 فرزند دیگر نیز دارد. او ماها قبل به دلیل مشکلات جنگی از بغلان به کابل آمده بود. لیلیما مدعی است که 1 سال می شود شوهرش ناپدید شده و نمی داند زنده است یا مرده. اما آنچه در این روزها او را اذیت می کند گم بودن شوهرش نیست، بلکه فقر و ناداری است. او برای پر کردن شکم 7 فرزند دیگرش و تداوی دختر 13 سالش مجبور شد کودک شیرخوارش را بفروشد، کاری که باعث شده است شب و روز گریه کند و در فراق پاره تنش بیسوزد. لیلیما در گفتگو با یکی از رسانه ها گفته است که من از روی مجبوری کودکم را به 30,000 افغانی فروختم، اگر نه هیچ کسی دوست ندارد که طفل خود را بفروشد. مخاطبان عزیز، من و شما تنها از قصه لیلیما خبر شدیم و بسیاری ها حتی توان شنیدن این قصه را هم نداریم، و خصوص اگر پدر و مادر باشیم و کودک شیرخوار نیز داشته باشیم. اما هزاران مادر چون لیلیما در این شهر و در این کشور هستند که در خفا کودکانشان را فروختند و یا کلیه های خود را فروختند تا شکم کودکان گرسنه‌اش را پر کند. اکنون زمستان نیز از راه می‌رسد و در کنار پیدا کردن نان برای خوردن، داشتن سرپناه و اتاق گرم نیز نیاز جدی بیجا شدگان و فقرا در افغانستان است. صدها هزار نفر در داخل کشور بیجا شدند و میلیون ها نفر نیز با آب و نان دسترسی ندارند، پولی هم ندارند و بیکاری نیز به اوجش رسیده است. کشور ما در آتش جنگ سوخت و مردمان ما نیز تباه شد. آنگاه قصه سیاستمداران هنوز هم تقسیم قدرت است. هنوز هم هر کسی به قدرت رسید دنبال زراندازی و زورگویی است. هنوز قومگرایی در این سرزمین بیداد میکند و هیچ جا که تحمل باور عقیده و دیگران را نداریم. وضعیت اگر این گناه ادامه یابد، ده ها هزار لیلیمای دیگر کودکانش را نیز لیلام خواهند کرد و شاید حتی کسی پیدا نشود تا کودکی را در بدل یک بوجی آرد بخرد. نصیر موحدی، سنترال افغانستان.